سوال من این است که چرا بعد از اینکه همه میفهمیم نایاک الاس بلاس، چرا اپوزیسیون باز دوباره میاد کنار اینا وای میشه؟ ببین آقای من اجازه بده من این جواب این سوال من بدم، خیلی همچین اکادمیک بدم. سوال خیلی خوبیه. ببینید در دو تا جا من سوال بدم، دو نوع سوال بدم. یکی خود این کنفرانس و جایگاهش که جورج تاونه، و دومم این دخالت نایاک تو این کاره. عرض کردم نایاک با اصلاح طلبا و اعتدالیون در ایران کار میکنه. نیرویی که الان شما میبینید وارد میدونه در خارج و داخل علیه این رژیم، عمدتاً چه آشکار چه پنهان، جز یک عده معدودی مثل آقای فخرآور، از اصلاح طلبا میان. ببینید خیلی عذر میخوام، آقای رضا پهلوی هم اصلاح طلبه، صادقانه شفاف و مردم ایران میخوام بگم، ایشون سالها دستبند سبز داشت. ایشون خودش به من گفت آقای امیرحمدی دستم رو بذار تو دست آقای خاتمی باش کار کنم، روبروش دارم میگم. ما شوخی نداریم، ما یک کشوری داریم به نام ایران، ما با مردم ایران با خودمون شوخی نداریم. یک حالا نکته دیگه که میخوام، ما شوخی نداریم با کسی، ما میخوایم کشور عوض کنیم، ما نمیخوایم دوباره مثل 57 یه عده بیان سر ما گلا بذارن، ما نمیخوایم یه عده بیان شالاتان بازی کنن. بازم نمیدونم این کیه و اون کیه. این جمعیتی که اونجا بود، اون 8 نفر، غیر از شاید یکی دو نفرشون، همشون اصلاح طلبن و اینا از با اصلاح طلبا میخوان کار کنن. اصلاح طلبای داخل و اینجا علیه این حکومت، حالا سپاه همین حکومت انقلابی ها هستن، هرچی هم من کار ندارم با اونا، این واقعیت